جوایز اصلی رویال پس سیزن A7 به صورت رسمی منتشر شد. سلام، چطورید برابکس؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز بچه با هم دیگه میخواییم بریم سراغ جوایز اصلی رویال پس سیزن جدید. سیزن A7 میخواییم ببینیم پیشا پیش که داخل سیزن A7 قراره چه آیتم و چه جوایزی بیاد، آیا رویال پس خوبی ارزش الهی داره یا نه. یه سری جوایز رو بچه قبلا با هم دیگه دیده بودیم، امروز جوایز کاملتری رو با هم میبینیم، مخصوصا دو تا ست رویال پس منتشر شده به صورت رسمی که اونا رو با هم میبینیم. تمام این جوایز بچه به صورت رسمی و تایید شدن از بابتشون خیالتون راحت بشه. امیدوارم که ویدیو رو بپسندید، لایکاتون رو بزنید، جدید هستید سابیاتون نره و اینکه این ویدیو کارتلی هم جایزه داره. امروز یه دونه لاکی ترشر جدید به بازی اضافه شد، چنین لاکی ترشری که دارید مشاهده میکنید به اسم دابل لاکی ترشر، که این لاکی ترشر یه دونه کارتلی به همه جایزه میده، کارتلی کامل نه کوپنش. زمانی که شما واردش بشید، این قسمت که برای من هیچ چیزی وجود نداره، واسه شما یه دونه جعبه است. چون من جعبه‌مو باز کردم، شما روی جعبه که بزنید به همین راحتی یه دونه کارتلی مفت گیرتون میاد، یه کارتلی کامل که شما باش میتونید کریت اوپنینگ کنید. خب بریم داخل این لاک ترشر جوایزشو با هم دیگه ببینیم و یک بررسی اینجا داشته باشیم. سلاح آپگریدیش بچه‌ها سلاح مینی 14 است، سلاحی که تقریبا اوکیه، بدک نیست. آیتماش هم آیتمای بدکی نیست، ولی یه دونه آیتم لابلای آیتماش هست که من خودم خوشم اومد. حالا ممکنه شما خوشتون نیاد، ولی از نظر من آیتم جالبیه و به تغییر استایل خیلی کمک میکنه. خب سلاح آپگریدیشو بچه اینجا دارید، شما کیل مسیجشو به همراه هیت افکتیناش میبینید که کیل مسیجش هم کیل مسیج بدی نیست. خلاص یک سلاح معمولیه، چیز خاص آنچنانی نداره، نه خوب نه بد. سدش هم شما اینجا دارید مشاهده میکنید که تو حالت عادی با استایل خودمون شاید زیاد جور در نیاد، ولی زمانی که شما هلمتشو با کیفشو استفاده میکنید ست قشنگ و جمع و جوری میشه. بله ستش همینه، ست خوبیه. و اون آیتمی که بهتون گفتم بچه ها، یه دونه مو داخل این کریت وجود داره بچه ها، این مو که واقعا ببینید چقدر رو استایل تغییر ایجاد میکنه، یه موی خیلی جالبه که شاید به خاطر این مو من کریت اوپنینگ داخل این لاک ترشر انجام دادم، ولی این ست رو نمیدونم واسه چی آورده. وای خدا، یکی از خسترین ست های بازیه. خب بچه بریم سراغ جوایز رویال پس. و جوایز رویال پس لباس RP100ش که قبلا با هم دیگه دیده بودیم، سلاحش هم که میدونید سلاح PP19 بیزونه، اینجا شما دارید اسکین سلاحش هم مشاهده میکنید. خود ستش هم بچه بعد مدت ها یه دونه ست مردونه است و اینجا شما دارید پر اوردر رو مشاهده میکنید، یعنی همون پیش خرید پیش سفارش که میتونید رویال پس رو بچه پیش و پیش خرید کنید. و اگه این کار رو انجام بدید، چیزی که گیرتون میاد یه دونه اسکین رباته، یه دونه اسکین ربات مود جدید که با هم دیگه بررسی کرده بودیم آپدیت جدید و این ربات‌ها رو دیده بودیم. چنین رباتی بچه اسکینش میتونید بگیرید، تقریبا همون ربات هست، فقط یه مقدار رنگش عوض شده و یه حالت مثلا زیباتر شده، بیشتر روش کار کرده، یعنی متفاوت تره. و اینم بچه ها از اولین ست رویال پس. دو تا ست بچه داخلش وجود داره که ست اولش اینه، همون ست های میتیک، و یه دونه ست مردونه است. ست دومش هم یه دونه ست دخترانه است که بچه جفت ست هاش ست های قشنگه. الان با هم دیگه داخل پری اوردر میبینیم و جفت ستاشو خودم دوست داشتم و از نظر من رویال پس بعدی رویال پس خوبیه که ارزش الیت کردن رو داره. اینم بچه از دوتا ستش که واقعا ست های جالبی به نظر میان، خودتون ببینید چقدر جمع و جور و خوش رنگ. اینجا بچه سلاح وکتور دست دختر میبینید که قبلا بهتون گفتم سلاح وکتور هم قرار بیاد، یه سلاح معمولی، البته آبگیدی نیست، آبگیدی هم PP19 بیزونه. و بله جوایز رویال پس همینا بود. اینم بهتون میگم که بچه دیروز یه ویدیو ریاکشن خیلی جالب و متفاوت داشتیم، اگه اون ویدیو رو ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم بعد از دیدن این ویدیو حتما واسه سرگرمی اون ویدیو رو هم یه نگاهی بندازید.